سلام به مکسی یوتیوب، خیلی سلام خوش بچه اومدیم به ریاکشن رکورد. اومدیم با ترک داستان که فیت با پوریه، که در واقع به گفته دوستان و کامیونیتی رپ فارسی این ترک لیک شده و اجرای درس کرده و لو رفته اصطلاحا، چون بعد از اینکه بین هیپاپولوژیست و پوری بیف افتاد فکر میکنم دیگه این ورس دومش عوض شده که با زیرو تونوانگی تو آلبوم نسخه هیپاپولوژیست ریلیز شد، ولی نسخه اصطلاحا لیک شده. بریم که بشنویم کارو، من خیلی دوست دارم بشنوم و این ویدیو رو هم میگیریم. حالا اگه شما کامنت گذاشتید که این نسخه رو بذاریم براتون میذاریم، اگه نه که پرایوت تو چنل میمونه، چون خودم خیلی دوست دارم ببینم هیپاپولوژیست و چطور این داستان رو جلو میبرن، چون حس میکنم، چون ترک داستان محور استوری محوره، حس میکنم که این نوع داستانی که گاتپوری داره به داستان هیپاپولوژیست رفت داره، چون جفتشون هم بچه شمالن. قبل بیف ممکنه که یه چالنجی یه داستانی با هم دیگه داشته باشه. به هر حال بریم که بشنویم داستان از پوری و هیپاپولوژیست. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit. بچه ها دیگه لینکی در دیسکریپشن نیست، فقط چنل ما هست. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارید، نظرتون برامون بنویسید. بریم که بشنویم داستان پوری و هیپاپولوژیست. میگه معلومه کش نمیگیرم، فله سیگار گذاشتم لبم با دست من، اینون تصویره رو ساخت برای من با اون کله کچل و ریش فلان. مشخص کش نمیگیرم در ادامه میگه دیگه، میگه تنها چیزی که بهم میومد قاتل بودنه. بچه ریاکشن کاری که با زیروتونوان کید داشتیم و در مورد ورس، در مورد کلن شعری که هیپاپولوژیست نشد خیلی صحبت کردیم، دوست داشتیم ریاکشن هم ببینین. کاردشو میذارم بالا. میگه اون چاقالات ایسفک نمیخوان، من با یه عکس میزنم، یه عکس استوری میکنم، این عکس های هیپاپولوژیست خیلی سمه، سیستم عموجانی میاد بهش. آره خیلی دوست دارم رپ کردنشو و قشنگ دیدی بیتو پر میکنه. آره
بندش ناموسی بغلی با نیسان زده به یه هوندا، روبرویی نمیدونم جرمش چیه ولی اینجا صداش میزنن آناکوندا. خبری هم کار نیستش این تو، تیغ داغ کردم تو لوله خودکار، تیوی کنترلش دست قدمی تراس، شبکه ورزش لذت فوتبال ساعت شد ده. شبکه ورزش لذت فوتبال داره از یه زندان میگه، انگار توی زندان یه توی آره. بندیه میگه روبرویی نمیدونم جرمش چیه، اینه کیه کیو زده با نیسان، میگه نیسان زده به هوندا، یکی زده با نیسان، بعد میگه شبکه هم که میبینیم لذت و سلام تو فیلم یه کارمان نیست، کنترلش هم دست گنده هاست. خیلی باحاله پسر، آفرین. ولی من اصلا دوست دارم این دیوونه بودن پوری رو دوست دارم. یهو میاد از یه فضای میگه و یه جوری هم کلماتو میچینه که قشنگ حس میکنی قضیه چیه، حس میکنی یه دونه چهارگوش که 6 تا تخت، حالا 3 تا تخت دو طبقه رو دو طبقه دورشه، گاتوری مثلا خوابیده سمت چپ اون پایین دستش زیر سرش داره اینا رو نگاه میکنه، بعد داره توضیح میده راجع به اینکه اینا چی اند دور من. آره خیلی باحاله. لوله خودکار، تیوی کنترلش دست قدمی تراس، شبکه ورزش لذت فوتبال ساعت شد ده. وکیل بند شاکی گفت مگه کری آخه مرده حسابی، نمیشنوی صدات میزنن تو ولنگو، پاشو برو میز سه ملاقاتی داری، رفتم تو پام. دیگه حرفا رو زد به هم ریخ سیمار، یعنی اصلا اون رید توشت. میگه میدونیم آخه پوفیز همه اینا رو میدونیم و هم اومدنه با دمپالی علی رو میدونیم. یاده فیلم متر شیشونی مفتادم اون لحظه که رکه چیز میاد با این صحبت با من میدونم اون باید میگه نه شاهد داری میگه همه چی پاته، همه چی پای توه، داشت همه چی پاته، حرفاشو زد به هم ریخ سیما رو، گفتم آخه پوفیوز میدونیم آینا رو، سرتشو بزن بذار راه حل جلومون، لازمه که چرب کنیم سیبیلای کیا رو، گفت فر جلو بره همه چی مرتب، بگیرم دادرسی مجدد ببینم زیر دست کدوم دادیاره، ایدیشو بدیم بندازه رو غلطک، گفتم چند وقت، گفت باس ببینیم شاید یکی دو ماه، گفتم اینم چیزی نی مهم نی نیستم، پلنا رو بچینید ولی جلو پخش این ترک رو بگیرید، نذارید حاشیه بسازن اینستا، یونیورسال حساس روی موضوع، درزم نکنن خبرش هیچ جا، سوژه ندیم به هیترهای گوزو، با کیو بگو. میگه که مثلا یعنی فکر میکنم داستان گاتپوری اینه که من یه اتفاقی برام افتاده ولی آره. جلو پخش ترکامو گرفتم نذاشتم درس کنه، نمیخواستم داستان بشه. آره. و اینم گفتش که اب نداره بهش یه ایدی میدیم، منظورشون کسی که مسئول پرونده است، کسی پرونده تو یه خورده حالا بندازه عقب یا مثلا جلو یه همچین یه کمکی بکنه، بعد میگه که فقط تو سر صدا ران انداز که مثلا این رپر بودن و خواننده بودن هم بهش اضافه نشه، مثلا تو اینستا وایرال نشه، چون مثلا میگه راستم میگه پلیسا کلا روی وایرال شدن یه موضوع، گفت یونیورسال دیگه روی این موضوع خیلی حساسن دیگه، گفت ولی هیترها باز داشتن این چیز میکردن، نه یونیورسال کمپانی که باشون کار میکنه، من فکرم معنی خود کلمه رو یه لحظه گرفتم یونیورسال، خب آره بعد دیگه هیترها حساس روی موضوع، درزم نکنن خبرش هیچ جا، سوژه ندیم به هیترهای گوزو، با کیو بگو بیاره برام تصویر، اینجوری مطمئن میگیرم تصمیم، وکیل بند نشتیه ولی باش بستی، میگم رپ کنم میگه به خون نستی، گفت این سرباز خودمونه، دمشو دیدیم هوا تو داریم، هر موقع تماس داشتی بود ضرور بگو، حالا خوش نی که بری بهداری، فقط این پستش تو روزای فرده تایم ما هم سرباز بدیم. من یه بار خیلی بد مریض شدم اتفاقا سربازی، سر صبحگاه نیومدم اصلا کلا، بعد فرماندهم اومده بود، مثلا فرمانده که نه اون گشت آسایشگاه اومده بود دیده بود که مثلا من خواهم بودم حالم خوش نیست، گفت پاشو برو بهداری، یادم اون موقع افتاد، آره برو بهداری، خیلی بامزه گفت، تماس داشتی بود ضرور بگو حالم خوش نیست که بری بهداری، فقط این پستش تو روزای فرده تایم تماستم باشه ساعت داری، واسه اینکه پیش بره همه کار سری، اختیار تام بده به مگر والی، اینجا تو قیافم من برا همه، یکی از این سربازا میدونم فنه، شب کش داغ میکنم برا مسعود خال میکوبه با یه سوزن تبنه، روز هوا خوریا رو میکشم پلن، میدونم بیام بیرون همشون رلن، اینجا صدا میزنم من همه رو مشتی، ولی منو صدا میزنن رد چه زیرنگ، افتاده تره هر کی که شروره، تفت میکنن آنتنا رو شبونه، بد خیته این تو هیچیش خوب نی، بعدی چه فشاری داره آب همومش، میگذره دو ماه چون جاهایی که مثلا حالا ارگانی پادگانی همین جوریه، حالا مثلا پادگانی هم که ما توش خدمت میکردیم زندان که نبود، ولی خب آلدی سازمانی بود دیگه،
و آب دوشای همونش خیلی فشار آبش خوبه. خب دیگه مثلا اینا الان همین داره میگه، میگه ولی فشار آبش خیلی خوبه، دوشش خیلی لاتی، مثل برق و آب و مثلا گازش دیگه، هیچ وقت این ارگانا نه قطع میشه نه هیچی، فشارش هم خوبه. همونه بد خیطه ایم تو هیچیش خوب نی، ولی چه فشاری داره آب همومش. میگذره دو ماه روز دادرسی، باز همه خطشیم جلو بازرسی، میریم با یه مینی بوس ده تایی دادگاه، اینجا خوشحال میشن از خدافزی. رسیدم دادگاه، راه راه شلوغ، وکیلم گفت حل شده همه یه بند. گفتم چطور؟ دادستان آشناس؟ گفت نه، رضایت داده وکیل دم. گفتش از اینجا به بعدش با مانی، سیستمی جلو میره، پروسش میدونی، نامه باس بر... میگه رضایت داده وکیل دم، انگاری آدم کشته. نکنه منظور اون کسی که مثلا میگه کوچولو بود اومد گفت من جرمم قتل چاقو کشیدم، نکنه منظورش پوری بود تو برس اول وکی... تو وکیل دم؟ خب نه صرفا نه، اونا که خب حقوق خوندن میدونن صرفا خیلی این مبادر... چیز پیچیده یه اینی که میگی. آره صرفا واسه مثلا قاتل و اینا نیست، مثلا میتونه حالا چاقو هم یارو زده باشه با منزه بود، ولی داستان باحالیه. من حال کردم، من حال من خیلی حال کردم، خیلی باحال، قشنگ معلومه تجربه زندان رفتن چون داره. اون وایبر به من داد دیگه، چون من خودم کسی هم که خب سربازی رفتم، یعنی خدمت کردم. آره و این وایبر رو به من داد، اون چیز رو وایبر فضای بسته و فشار و سلام چیزو بهت داد. جلو بازرسی، میریم با مینی بوس ده تایی دادگاه، اینجا خوشحال میشن از خدافزی. رسیدم دادگاه، راه راه شلو بنده گاد پوریو، گفت من گردن گرفتم یکیو، داستان چیه داشت گایدی تو کیو، نشستیم رو صندلی فلزی راه رو براش تعریف کردم استوریو، وکیلامون گفتن اینجوری پیش برید شما باس بزنید حبس استودیو، گذشته دو روز بی... بزنید حبس استودیو، حبس استودیو میتونه باشه. میگه دیدمش پوریو پابند نام، گفتم دیدمش تو کیو، گفت دیدمش تو کیو و تو کیو گایدی، بعد من داستانا واسش تعریف کردم، استوریو واسش تعریف کردم و الان دیده دیگه، دو کیو دیده دیگه. بذار ببینیم ادامه چی میشه. استودیو وکیلمون گفتن اینجوری پیش برید شما باس بزنید حبس استودیو، گذشته دو روز بیرونم الان ولی نمیرن دیگه خواب چشام، خدافظی نکردم اون تو هیچ کی چون بعد این بیرون باس خار. آقا من یه چیزی رو بگم، وقتی دو نفر خفنن و صداشون هم با هم میاد، جفتشون هم بچه شمالن، حالا درست اون گیلانه این مازندران ولی بازم به هر حال بچه شمالن دیگه. آره. و خب خیلی این ترکیب خفنیه، من خیلی دوست داشتم این ترک داستان رو با پوری. باور کن که اصلا قصدم هیت دادن نیست که بگم مثلا میخوام هیت بدم به زور تونی، من تونی رو خیلی دوستش دارم، عشق میکنم با کاراش، خیلی خفن. آره منم اونم خیلی واقعا دوستش دارم زیر، ولی این خب این ترک بیشتر با این خفن میشه دیگه. خب اصلا کنو که من دور میام، من با این خیلی بیشتر حال کردم. ببین منم همینو میخواستم بگم دقیقا تا ادامه صحبت تو، کاشکی واقعا این اتفاق نمی افتاد. به نظرم من این دوتا خیلی با هم یعنی مچ بودن، بیف پوری و دوکی نیست اصلا، الان دیگه اصلا خداییش، خیلی یعنی وقتی دو نفر میتونن یه همچین، واقعا من خیلی خوشم اومد، خداییش دارم میگم. یعنی اون گفت اینم گفت، خب چون داستانه خیلی خفن بود، یعنی هم داستان هیپاپولوژیست هم داستان گاتپوری جفتش در مورد تقریبا یه موضوع بود. آره. تقریبا آره در مورد یه موضوع تو راجب یه موضوع راجب کیفری بود دیگه، راجب یه داستانی که داشتن دیگه و اسم ترک هم پر واضحه دیگه، داستان داشتن تعریف کرد. و به نظر من چقدر واقعا حیف کرد، آره. به نظر من هر کسی دیگه واقعا به جون هر کسی نیفته، یعنی مثلا مخصوصا حالا یکیشون این دوتا، یعنی خب اینجوری هم ما بیشتر، اینا خودشون بیشتر میتونن فعالیت های بهتری داشته باشن، ما بیشتر لذت میبریم، اینا بیشتر ویو میگیرن، بیشتر هیت میشن و بیشتر همیدونی همه چی با هم سیستم وار وصله دیگه. ولی که مثلا بخوان به جون هم بیافتن، حالا اوکی ما یه دیس اینو گوش میدیم یه دیس اونو گوش میدیم، هم اولش لذت میبریم تمومش میره ولی دیگه پلیش نمیکنیم، ولی این خیلی خفن، آدم این وقت گوش بده پلیش بکنه. و به نظر من که خیلی حیفه، یعنی من ناراحت شدم و من اینو بیشتر از اون دوست داشتم. به نظرم چون اینجوری اگه باشه این اتفاق بیفته که مثلا گاتپوری و هیپاپولوژیست با هم اوکی باشن،
همکاری های خفن‌تر می‌بینیم، چون توی هر نسلی که به رپ فارسی معرفی میشه یه سری‌ها توش کارشون خوبه. درستم. و مخاطب دوستان بیشتر کار بشنون و این بیفه به نظر من یه سری همکاری های جذابی که میتونست و میتونه اتفاق بیفته رو داره از بین میبره و بیایید با هم رو راست بشیم، رپ فارسی هم یه خورده دارک شده این روزا. آره. میبینیم دیگه، یعنی دارک شده، داره خیلی بچه بازی میشه، خیلی داره پیچیده به هم. آره من نیستمش. آره. یعنی یه جوری خیلی هم خورده، خیلی بده. و چون آرتیستایی که حالا بالاخره خیلی فعال بودن، پرکار بودن، جزء بنیانگذارای این کار بودن، سکوت کردن و خفنایی که از هر نسل معرفی میشه به رپ فارسی، بده که بینشون بیف بیفته. یعنی مثلا این میمونه مثلا اون بر بین چرسی و یانگ سادن فیت بیف بیفته. خب قشنگ نیست این دو تا کنار هم میتونه ترکه خفنی رو خلق کنه. اینم همینه. و حالا امیدوارم که دوباره همکاری بشه با سیپاپولوژیست و پوری. من به شخص جفتشون رو دوست دارم، دو تا آرتیست خفنن که اصلا ترکوندن واقعا، یه جوری الان مارکت دستشونه. آره میبینید دیگه دو تا کمیه. امیدوارم شما هم لذت برده بوده باشید. نظرتون رو حتما بنویسید راجع به فیت پوری و سیپاپولوژیست و دوکی رپ. و دوست دارم که نظر شما مخاطبارم بدونم که با کدوم ترک بیشتر حال کردید. اگر هم ویدیو ما خوشتون اومد، ویدیو ما رو لایک بکنید، کامنت بذارید، نظرتون برام بنویسید. و بعضی وقتا میبینم مثلا یه ویدیو 1800 تا مثلا ویو خورده، مثلا 4000 تا ویو خورده، بعد 30 تا لایک داره. میدونی اصلا این خیلی کار سختی نیست. این ویدیو ما رو لایک بکنید، خیلی به ما کمک میکنه. ممنون که تا اینجا ویدیو با ما بودید. لینکش هم توی دیسکریپشن. لینک نداره اصلا، ترک لیک شده. امیدوارم از جدید حالتون خوب باشه. مراقب خودتون خیلی باشین، دوستتون داریم. مرسی که ما لایک میکنیم. خدافظ.